به نظرتون به دوستام آموزش آلبالو بدیم؟ آره؟ دوست داری؟ سلام بچه ها، چطوری؟ امروز اومدم بهتون یه آموزش عالی بدم. خیلی وقت بود که نظرسنجی کرده بودم که دوست دارید آموزش با سولاردامو یاد بگیرید. خب خیلی هامون تو خونه هامون سولاردام داریم، ولی فقط برای گرم کردن نون. نمیدونم شما از اون دست آدم هستید یا نه، دارید ازش استفاده میکنید. من خودم هم حقیقتا خیلی باش کار نمیکردم، ولی خب از اونجایی که میدونم خیلی کارایی داره، برای یه وقتایی واقعا نیازه که آدم بخواد کار باهاش رو یاد بگیره، گفتم که منم یکم یاد بگیرم. حالا یه چیزایی که خودم بلدم و دوست دارم به شما آموزش بدم. اگر تو خونه سولاردام داری شما هم بخواین استفاده کنی. از اونجایی که فصل آلبالو هست، اگر این همکار عزیزم بیاد از نزدیک نشون بده چه آلبالوهایی خریدم دیروز از شنبه بازار. از اونجایی که فصل آلبالوه، شما میتونید به راحتی این آلبالو رو تو خونه آلبالو خوش درست کنید. حالا نمیدونم مصرف آلبالوتون چجوریه، من هم خشکش رو دوست دارم هم فریزری، که وقتی فصلش نیست بخوام از فریزر در بیارم و نوش جان کنم، هم حالا به صورت خوراکی دوست دارم. ولی خب یه موقعی میبینی خرید میکنی میاری خونه، ولی دومی جان جای میخوای بری؟ پسر قشنگم ایزا بشی پسرم، میخوایم آموزش بدیم با دوستان. اینجا رو میخوای ترک کنی؟ بشین بشین آقا فندو، بشین دو بشین، بهت آلبالو میدم. بشین پیرمرد، بالش رو ببین داره خدا باز کرده. گرمته مگه؟ تا الان کولر زده بودم که دوم جان. آلبالو خیلی دوست داره، به خاطر اون نگاه میکنه. داشتم میگفتم اینکه حالا شما میتونید تو خونه هاتون، آها، یه زمانی خرید میکنید ولی خب وقت نمیشه که بخورید، بعد آلبالو هم در حال خراب شدنه، بعد حیفتون هم میاد. خب واقعا حیفی که آدم دور بریزه. تو این مثلا تو این اتفاقی که براتون میفته، این چیزی که پیش میاد، شما میتونید خیلی سریع آلبالو خوش درست کنید باش، یا اینکه حالا فریزر بخواید بذارید. یه روشی که برای خشک کردن آلبالو هستش اینه که شما تو سولاردام بیاین خشکش کنید. از یه طرف هم خب فصل تابستون، هوا گرمه، شما میتونید اینو حتی بدون دستگاه، اونایی که دستگاه ندارن بیان تو نور و آفتاب بذارن خشک بشه. حالا خیلی ها میپرسن آره ما دستگاه نداریم چجوری خشکش کنیم؟ اگر شما دستگاه ندارید باید آلبالوها رو بشورید، آبش رو قشنگ بگید، داخل آبکش بریزید که قشنگ آبش بره. بعد تو سینی خیلی به صورت یه دست پهنش کنی، اینجوری نباشه که مثلا آلبالوها روی هم مثل الان قرار بگیرن، باید کاملا صاف باشه، توی ردیف صاف بذاری جلوی نور آفتاب. حدودا دو سه روز زمان میبره تا آلبالوها خشک بشن. زمانی هم که خشک شدن شما باید اگر دوست دارید بهش آب انار اضافه کنید، آب انار غلیظ یا سس غلیظ آب انار رو به همراه نمک مخلوط کنید، دوباره بهش بزنید و دوباره بذارید آفتاب یه روز بمونه. این روشیه که شما میتونید بدون کمک دستگاه داخل به کمک نور و آفتاب خشکش کنید. ولی ما چون تو گیلان زندگی میکنیم، آفتاب خیلی به شدت نیست و شرجی هم هست، این آلبالوها به راحتی تو آفتاب خشک نمیشن. به خاطر همون اونایی که مثل من سولاردام دارن میتونن از سولار استفاده کنن. حالا چجوری این کار رو انجام میدید؟ ببینید بچه ها، اونایی که سولاردام دارن دیگه میدونن که داخل دستگاهشون یه سینیه، حالا هم بخار پز داره، اونا رو هم بعد به مرور بهتون یاد میدم اگر دوست داشتید. یه سینی داره، این ظرف، این در برای بخار پز کردنه که ما تو این روش بهش نیازی نداریم. اینم پایه کوتاهه، پایه بلندم داریم، ولی برای خشک کردن آلبالو یا حالا میوه ها شما نیاز داریم به پایه کوتاه. ما پایه کوتاه رو داخل سولاردام میذاریم، آلبالو قشنگ شستم، حدر امکان آبش هم گرفتم، میتونید با دستمال کلینکس این کار کنید. یه ردیف خیلی نازک این آلبالو رو من داخلش میریزم، طور که میبینید. ببینید بچه ها، نباید اینجوری روی هم قرار بگیره، یه جوری آلبالو بریزید که فقط یه لایه صاف، اینایی که الان رو هم قرار گرفتن و من اینجوری میکنم، اگر دیدم جا نمیشه برشون میدارم، چون باید به یه دست این دما بهش برسه. فقط بال فندق رو بگیرید، تو رو خدا چای بدم خدمتتون. چای میخواین آقا فندق؟ بچه ها ببینید، حالا آلبالوهایی که مثلا مشکل داره و اینا رو جدا کنید. یه چیز قبلش بگم،
ببینید آلبالوها رو دیدی قشنگ یه ردیف قشنگ آلبالو. حالا بهتون میگم که داخل دستگاه چه کار کنید. همکارم یکم بیاد نزدیک که بهتون نشون بدیم این سینی رو. حالا میتونی از سینی خود دستگاه یا از بخواین از ظرفای که داخل مثلا سولاردام میتونید بذارید استفاده کنید. من اینو میذارم داخل سولاردام، درشو میبندم. ببینید اینجا فانکشن هستش، درسته؟ ما اینو میچرخونیم. زمانی که میچرخونید ببینید روی هر وقتی میچرخونم روی این گزینه‌هایی که میبینید میاد، درسته؟ ما الان نیاز داریم به ماکرو که حالت موج دریا داره کاملا. اگر تو ویدیو کامل میبینید اینو من انقدر تکون میدم تا بیاد سر این ماکرو. ماکرو که اومد ببینید میگن تایید کنید، ما اینتر رو میزنیم تایید میکنیم. اینجا برای ما می نویسه که با چند وات می خواهیم این کار بکنیم. اولین بار ما 900 وات رو در نظر می گیریم، اینتر می زنیم، تایید می کنیم. اینجا به ما میگه چند دقیقه می خواهیم که این کار انجام بشه. من اینجا 5 دقیقه رو انتخاب می کنم. 5 دقیقه می زارم با توان 900 وات شروع بکنه به این خوش شدن. زمانی که این کار ما انجام می دیم بعد آلبالوها آب می دازه، بوی عطر و بوی آلبالو کاملا به مشامتون می رسه. بعد میگم چه کار کنیم. ما فعلا اینو استارتش میکنیم دستگاه شروع بکنه و بعد از 5 دقیقه میگم که وقتی آلبالو آب میندازه شما باید چه کار کنیم. بعد یه نکته دیگه بچه‌ها بود در مورد آلبالو، این که ببینید من گفتم آلبالو خب فصلش هست، درسته؟ ما دو نوع آلبالو داریم. آلبالو داریم بچه، دو نوع آلبالو داریم. یه آلبالو مثل این که الان میبینید، اگر همکارم زحمت بکشه بیاد جلو ببینید، خیلی کوچولو و جمع جوره. خب به این میگن آلبالو. یه مدل دیگه هست که ما بین این و گیلاس که میدونید کلا خیلی بزرگتره، اون یه هوا از این بزرگتره. من قبل از اینکه بخوام اینو براتون خوش کنم آموزش بگیرم، من با آلبالو گیلاس این کارو کردم، خشکش کردم. از این درشت‌تره. پس زمانی هم که شما میخواین تو سولاردام بخواین خشکش کنین، زمانش هم خیلی بیشتر از این آلبالوه، چون گوشتی‌تره، آب بیشتری میندازه، زمان بیشتری میخواد که خوش بشه. پس به این نکته دقت کنین. امکان داره شما از بازار آلبالو بگید بیاید خوش کنید، بعد بگید مثلا ستاره من این کارو انجام دادم ولی تو این تایمی که گفتی آلبالوهای من خشک نشد. پس دقت بکنید که اون آلبالویی که خریدید احتمالاً آلبالو گیلاسه، چون گوشتی تره، وگرنه خود آلبالو خیلی گوشت نداره، خیلی کوچولوتره. و با این مدت زمانی که من بهتون گفتم مطمئناً آلبالوتون خشک میشه. حالا باز امکان داره نسبت به حالا اون بازم نوع آلبالوتون چقدر زمان ببره تو دستگاه که بخواد خشک بشه، ولی حداقل امکان با همین دمایی که بهتون گفتم شما میتونید یه آلبالو خشک خیلی راحت و خوشمزه درست کنید بدون اینکه مدت زمان زیادی ببره برای خشک کردنش. شما متوجه شدی؟ آقا بالات اونجوری گذاشتی نمیگی گازت میگیرم؟ آلبالو دوستایی بهت بدم ناراحتی؟ دومی همه رو نخوری یا میخوای برم بعد دونش رو در بیارم یا با دونه میخوری؟ بچه ها 5 دقیقه تموم شد. ما میایم نگاه میکنیم ببینیم چه اتفاقی برای آلبالو همون افتاده. ببینید کاملا آب انداخته. خب ما حالا چیکار میکنیم؟ بچه مراقب باشید، من چون انقدر انجام دادم دیگه واردم اینجا رو نگه میدم وگرنه خیلی داغه. ببینید از یه صافی کمک بگیرید آلبالوها رو اینجوری انتقالش بدید به چقدرم دارم کمک میگیرم اینو اینجوری بچه به این حالت چیزش کنید، قیافه فندق رو فقط بگیر اینجوری مزه مزه میکنه. آقا بهش برم خورد باشه دوم. بچه ها نگاه کنید اینجوری، بابا چقدر آلبالوش داغه. اینجوری انتقالش میدید. خب بعد این آبو میتونید استفاده کنید، خیلی هم خوشمزه است. از این صافی کمک بگیرید آلبالو رو جدا کنید، آبش رو جدا کنید. این ظرفتون هم حتما باید بشورید که حالت چسبندگی نداشته باشه. من اول اینو میرم میشورم بعد میام در ادامه بگم چیکار کنید. خب بچه ها ظرفمو کاملا شستم، خشکش کردم. این آلبالوها هم اینجوری نگه میدارم که
آبش همراهش داخل ظرف نیاد. از آبکش استفاده کنی خب خیلی بهتره. شبیه من اینجوری آب اضافهش کشیده میشه. حالا آلبالوها رو به این ظرفتون انتقال بدین. من اینا رو هم بردارم. بچه ها سعی کنید آلبالوهای خوبی رو انتخاب کنید برای خشک کردن. دیدین بعضی وقت آدم آلبالو خشک میخوره میبینه خشک، مثلا یه طعم تلخی و اینا داره، اونا به خاطر آلبالوهایی که خیلی با کیفیت نیستن. اگر آلبالو با کیفیت باشه بعد از خشک شدن طعم خیلی خوبی داره. خب ببینید بازم همون روش رو استفاده میکنیم. آلبالوها روی هم قرار نگیرن تا کاملا یه دست خشک بشن. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، خب حالا دوباره میریم سمت سولاردام. دوباره میذارم داخل سولاردام، در سولاردام رو میبندم. از قسمت فانکشن دوباره حالت ماکرو رو انتخاب میکنم، اینتر میزنم. قبلا یادتون باشه سری اول 900 وات بود، ما الان 360 رو انتخاب میکنیم. پس اولین بار 900 ولی دفعه بعد 360 وات. حالا اینتر رو بزنید. تایمی که قراره انتخاب کنیم برای این حجم از آلبالو ما حدودا 15 دقیقه رو در نظر میگیریم که به کمک کنترل شما میتونید تایم بهش بدید، حالا هر تایمی که مد نظرتونه. اینتر رو میزنم و استارت که شروع کنه به خشک کردن. بچه ها تو این فاصله حتما سعی کنید ما بین تایم، یعنی الان که من 15 دقیقه گذاشتم، ما بینش مثلا 7-8 دقیقه که شد بیام استاپ رو بزنم. استاپ بزنید، یک بار بزنید قطع نمیشه، استاپ رو بزنید، در رو باز کنید، سعی کنید با یه دونه حالا لیسک یا با قاشق اونا رو آلبالوها رو زیر و رو کنید و بعد دوباره درش رو ببندید و دکمه استارت رو بزنید که دوباره شروع کنه. این کار باعث میشه که آلبالوها یک دست خوش بشن. بچه ها رو 8 دقیقه که شد من دکمه استاپ رو میزنم، آلبالو رو در میارم که زیر رو کنم چون امکان داره بازم آب انداخته باشه. یادم رفته بود بهتون بگم تو این فاصله مرحله دومی که قرار شما آلبالو رو بذارید داخل سولار میتونید بهش نمک یا حالا همون سس انار و نمک رو اضافه کنید. این کار باعث میشه که آلبالو موقعی که خوش شد کپک نزنه. ما دوباره میفرستیمش داخل سولار و استارت رو میزنیم. بچه ها تایمش تموم شده. اینم از آلبالو خشکه هامون. من 10 دقیقه بعد از اون تایمی که بهتون گفتم 15 دقیقه زمان دادم و وسط تایم همونطور که دیدی سر 8 دقیقه در سولار رو باز کردم، همش زدم که یه دست خوش بشه، دوباره درش رو بستم. ولی چون احساس کردم یه مقدار رو هنوز آب داره 10 دقیقه دیگه هم با همون توان 360 بهش زمان دادم. اونطور که الان میبینید کاملا خوش شده. شما میتونید یک روزم تو سینی تمیز بریزین، بذارین تو هوای آزاد خونه یا حالا کنار نور آفتاب بمونه و بعد داخل ظرفی که میخواییم بسته‌بندیش کنید. بچه ها نیازی نیستش که حتما کنار نور آفتاب بمونه، همینجور تو فضای خونه هم بمونه کافیه، ولی کاملا خوش شده. حالا خیلی سوال میکنن که چجوری نگهداریش کنیم. شما میتونید اینو تو ظرف بعد از این کاملا خنک شد تو ظرف دربسته بریزید، داخل یخچال نگهداری کنید. اگر میخواید مدت زمان خیلی بیشتری نگهش دارید میتونید داخل از این زیپ کیفا، از این فریزرای که اینجوری بسته بندی میشه، آخر نفهمیدم اسمش چیه، تو اینا بریزید، بذارید داخل فریزر، مدت زمان بالاتری نگهداری کنید. من این یکی که میبینید همونی که بهتون گفتم آلبالو گیلاس، ترکیب آلبالو و گیلاس بود و از خود آلبالو درشت‌تر بود و سری قبل خوش کردم. ببینید چقدر عالی شده. بودم شاید دوست داشته باشید که ببینید. ببینید حتی بزرگتر از این آلبالو هست از نظر اندازه هم. ببینید دقیقا کاملا خوش شده بود. یه روز گذاشتم تو فضای بیرون بمونه و بعد هم داخل فریزر گذاشتم. حالا شما میتونید همین کار رو بکنید. بعد زمانی که حالا فصل آلبالو نیست بیارین بیرون، نمک بپاشید یا حالا گلپر بپاشید، نوش جام کنید یا آب بندازید یا اینکه باش اسکمو درست کنید. حالا خیلی کارهای دیگه میشه با این آلبالو خوشگاه کرد.
امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه، دوست داشته باشید، نظراتتون رو برام کامنت بذارید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه کانال ما بودید و اگر عضو کانال ما تازه شدید ممنون میشم که کانالمون رو سابسکرایب کنید، چون هم آموزش آشپزی به صورت ساده داریم، هم با حالا سولاردام اگر دوست داشته باشید آموزش‌های بیشتری براتون میذارم و بلاگ‌های خیلی عالی هم داریم، جای تفریحی رو بهتون نشون میدیم، در مورد خود گیلان براتون ویدیوهای مختلف تهیه میکنیم، خلاصه تنوع داریم دیگه. من با فندقی جون ازتون خدافظی میکنیم، مرسی که همراه ما هستید، خیلی خیلی دوستتون دارم، خدا نگهدارتون.